ببین بفرمایید. الان ببین یه سری راه افتادن، این تجربه کم من توی کلاب هاست اینه که یه سری الان راه افتادن، یه چیزایی بهشون یاد دادن مثلا کسب گریخته، یه اطلاعات مثلا ناقص واقعی دارن، بعد میان یه ادعا بیشترم تو اتاقای بچه های آتئیست تا میزنن تا اونجا یه تا پک میکنه میریزن دیگه. بعد الان ببین اومدن تو لایف چت اینجام شروع شده، یه چند نفر شروع کردن همون حرفایی که دیروشب دیروز توهینایی که اینا کردن به آتئیستا که میکشیمتون، نمیدونم شما فلانی به خوار مادر خودتون میخوابین، نمیدونم شریکتون گول، یک حرفای چرت و پرت که واقعا ریخته بود همه رو به هم که بابا این چی آخه یارو اجازه میدی؟ بابا ما هم انسانی، ما همونجا بزرگ شدیم که تو بزرگ شدی، فکر کردی که مثلا چون مثلا ما میگیم تو الان عقیده تو دوزاریه همه اخلاقیاتمون رو ریختیم دور؟ نه عزیز من، اخلاقیات بد شما رو ریختیم دور، اون چیزی که ما از تو خونوادهمون و کوچهمون و جامعهمون خوبش بوده نگهش داشتیم، بعد اومدیم اینجا رشد کردیم که نکردین شما، 1400 سال با قرآنتون موندین، الان اومدین ادعا میکنی علم که همه چی رو رفته کشف کرده آورده گذاشته، بعد از اون استفاده میکنین بر علیه ما، قرآن اینو گفته بوده ما نمیفهمیدیم، شما 1400 سال نفهمیدین تو قرآنتون چی نوشته، الان که اومدی یارو کشف کرده بعد تو میگی نمیدونم کوانتوم فلان، بعد به اینجا ببین چی می نویسه. آخه آتئیستا چطور میتونن از خودشون با خواهر مادرشون نخوابن؟ کسی که آخه تفکرش اینه من چی ببخشون دیگه بقیه هم هستن، ولی واقعا آدم شاکی میشه اصلا این چه نوع برخورده، خیلی هاشون هم اصلا میان مذاکره میکنن، مصاحبه میکنن، نظرشون رو میدن، خیلی هم مؤدبانه، خیلی هم بحثای قشنگی هم توش میشه، نه که نباشه، ولی میگم یه سری الان راه افتادن بهشون یاد دادن، یه چیزایی مثلا دیدن بحثایی میشه، بحثه میخوایم علتش مثلا بدونیم، نمیگیم با خواهر مادر خودم، ما که هممون گفتیم نه با این چه حرفی، اصلا سخت گفتنش این موضوع سخته، بعد این انگو حالا همشون را افتادن اینا میخوابن اونا میخوابن، ببخشین بقیه.